بس رياضي عامل تركيا خوفه شوي ميرسي علينا معنا فضل شوي فوا بعد في انسداد صار آفیش شما قطعا حالا بهترم میشه. مرسی از این همه انرژی، حال احوال خوب. مرسی عزیزانم. بچه اگه موافق باشین امروز بریم با هم دیگه فصل هفتم رو شروع بکنیم. مبحث توان ها رو با هم دیگه میخوایم بررسی بکنیم، ببینیم توان چیه. مرسی. هم عزیزان حواس به من دوربینتون رو بدم پایین، بریم تصویر تابلو. خب بچه ها همه حواس به سمت من. سلام هم دوستای گلم که تازه تشریف آوردن. خب من باعث چتتون رو ببندم. فصل هفت رو با هم آغاز بکنیم. فصل هفتم مربوط میشه به مبحث هفت. از آن همه حواسا بیاد کامل سمت من. همه حواسا کامل بیاد سمت من. خب بریم میخوام ببینیم توان چیه. بچه دوران ابتدایی ما یاد گرفته بودیم که عملیات جمع رو خلاصه بکنیم و به صورت ضرب بنویسیم. یعنی چجوری؟ اگر عبارتی داشتیم به صورت دو به علاوه دو به علاوه دو به علاوه دو و به علاوه دو، این عبارت رو میخواستم اگر خلاصه بنویسمش میگفتم آقا چند تا عدد داریم؟ میگفتی پنج تا عدد. پنج تا چی داریم؟ پنج تا دو داریم. پس میگفتیم این عبارت باشه پنج ضرب دو. درسته؟ اگر مثلا اینجا هفت بود، هفت علاوه هفت علاوه هفت علاوه هفت، میگفتیم چند تا عدد داریم؟ چهار تا عدد داریم. چهار تا چی داریم؟ چهار تا هفت داریم. پس میبینیم ما تو دوران ابتدایی یاد گرفتیم که عملیات جمع رو خلاصش بکنیم و تبدیل به عملیات ضرب. خب این دوران ابتدایی ما که برای این کار میومدیم بچه ها قیافه عدد رو ضرب داره تعداد تکرارهاش میکنیم. چند تاست؟ هشت. چند تاست؟ چهار. یعنی اگر قیافه این عدد میشد مثلا سه، ما هم اینجا میذاشتیم پنج سه تا. درسته؟ خب قسمت بعدی مربوط میشه به دوران دبیرستان شما. امسان تو دوران دبیرستان میخواید بچه ها شما یاد بگیرید که عملیات ضرب رو خلاصه بکنید. پس میگم تو دوران دبیرستان خلاصه یه ضرب، از این کلمه خلاصه رو بنویسم، تو دوران دبیرستان خلاصه یه ضرب تبدیل میشه به توان. خلاصه ضرب تبدیل میشه به توان. چجوری این اتفاق میفته؟ آقا همین مثال های بالا رو پایین میخوام نشونت بدم. میگم دو ضرب در دو، ضرب در دو، ضرب در دو و ضرب در. بچه قیافه عددمون رو نگاه کنیم. قیافه عددمون رو نگاه کنیم. چی داره تو خودش ضرب میشه؟ میگید دوه. چیه پس؟ دوه. چند بار داره تو خودش ضرب میشه؟ میگیم پنج بار داره تو خودش ضرب میشه. پس این عدد دو پنج بار داره توی خودش ضرب میشه. به این میگیم دو به توان پنج. بچه این پنجی که این بالا می نویسیم یعنی دو ما پنج بار داره توی خودش ضرب میشه. اگر مثلا دارم میگم این رو داشته باشیم، هفت ضرب در هفت ضرب در هفت ضرب در هفت، میگیم کی داره تو خودش هی ضرب میشه؟ میگیم هفت.
چند بار این هفته داره خودش ضرب میشه؟ چهار بار داره خودش ضرب میشه. پس میشه هفت به توان چهار. درست شد؟ هفت به توان چهار. این عبارت رو به این شکل میخونیمش. بچه ها میخونیمش. هفت به توان چهار. میخونیمش. هفت به توان چهار. پس از هفت به توان چهار من میفهمم که هفت داره چهار بار تو خودش ضرب میشه. بچه اگر داشته باشیم آ ضرب داره، آ ضرب داره، آ ضرب داره، آ و این عدد آ این بار در هم ضرب بشن، بخوام این عملیات ضرب رو یه مقدار خلاصه تر بنویسم، مینویسم چی داره تو خودش ضرب میشه؟ آ داره تو خودش ضرب میشه. چند بار داره تو خودش ضرب میشه؟ N بار داره تو خودش ضرب میشه. و میخونیمش آ به توان N. پس چیش خوندم؟ آ به توان N. خب بچه عزیز من، این عدد آ به توان N رو نگاه کنید دوستان. به این عدد آ که پایین نوشته شده میگن پایه، عدد پایینیه بهش گفته میشه پایه، یعنی عددیه که داره هی تو خودش ضرب میشه. عددی که بالا نوشته میشه این اینه رو بهش میگن توان. پس به این عدد این میگن چی؟ میگن توان. پس بچه آب توان N برای من مشخص میکنه که چه عددی؟ آ. چند بار؟ هفت بار، ده بار، چهار بار، N بار داره توی خودش ضرب میشه. یه بار دیگه آخرش بشون، داره توی خودش ضرب میشه. درست شد؟ این کل ماجرای توان بود. خب الان با توجه به نکاتی که خدمت عزیزانمون عرض کردم، میخوایم بریم چند تا تمرین و چند تا سوال از این مبحث توان با هم دیگه حل کنیم. خب بچه گلم تصویر در اختیار شماست، سریع اسکرین شات ازش بگیرید، بعدش انشالله بریم سراغ مباحث بعدی درس امروز. بفرمایید. مرسی پنجه جان. خب سوالا رو الان با هم حل میکنیم. چشم. سوالا رو الان با هم حل میکنیم بچه ها. خانم را دوستان میگن تصویر بده، درسته؟ شما خانم را تصویر بد دارین؟ من خانم را بپرسم اگر گفتم تصویر بده یه کاری میکنیم براتون انشالله. خب بریم بچه گلم، بریم سراغ توان. عزیزان همه بیا توان به جزوه. خب بچه ها بیم که جزوه. خب الان تمرین های داخل جزوه رو با هم بررسی کنیم. دوستان عزیز من آماده این؟ بریم بچه ها. همه حواست فقط به من. الان خانم راد گفتم تصویر چک کنم براتون، اگر مشکلی باشه حتما برطرف بکنیم. خب تمرین های مبحث توان. بچه ها مثال اول رو نگاه کنید. الان اینجا این قرمزه رو نگاه کنید دوستان. عبارت چون داره با خودش جمع میشه خلاصش کردیم و به شکل حاصل ضرب نوشتیم. چی داره با خودش جمع میشه؟ دو. چند بار؟ پنج بار شده دو ضرب داره پنج. حالا اینجا رو نگاه کن، میخوایم بیایم یه سری عبارت رو چیکار بکنیم؟ باز کنیم. بچه ها همه بیاد حواسو به من. آقا هفت به توان دو رو اگر بخوایم بازش بکنیم میشه هفت ضرب در هفت.
پس 7 به توان 2 اگر باز بشه میشه 7 ضرب در 7 درود بر تو که میشه 49. 5 ضرب در 5 ضرب در 5. خب بچه گل من چند تا 5 داره تو هم ضرب میشه؟ 3 تا. پس اگر بخوام خلاصه بنویسم می نویسیم 5 به توان 3، اینطوری هم نوشته میشه بیا 5 به توان 3. مثال بعدی رو نگاه کنیم که جوابش، حالا جواباش مهم نیست، بیشتر برای من باز کردن مهمه. سوال بعدی، 7 به علاوه 2 چند تا 7 داریم؟ 2 تا. 2 تا چی داریم؟ 2 تا 7 داریم. پس جوابش میشه 2 7 تا. 7 ضرب در 2. مثال بعدی رو ببینن عزیزان من. 4 به علاوه 4 به علاوه 4 چند تا 4 داریم؟ 3 تا. 3 تا چی داریم؟ 3 تا 4 داریم. پس میشه 3 4 تا. پس دیدید بچه ها، الان در واقع هدف تو این سوال اینه که بیاین عبارت ها رو چیکار بکنیم؟ بازشون بکنیم. خب بچه های بعد عزیز، سوال بعدی رو ببینیم. مثال شماره 5، آقا چه عددی رو میبینیم؟ 2/3 رو میبینیم. 2/3 رو میبینیم. 2/3 چند بار داره تو خودش ضرب میشه؟ 3 بار داره تو خودش ضرب میشه. کی؟ 2/3. چند بار؟ 3 بار. پس میشه 2/3 به توان 3. بچه حتما باید پرانتز رو بذاریم و معنی پرانتز اینه که همه اعداد ما، یعنی هم صورت ما هم مخرج ما، داره توی خودش ضرب میشه. درست شد؟ مثال بعدی رو رضوان نگاه کن، گفتی که از چی بگم؟ 7/3 به توان 3. عزیزان چه عددی رو داریم تو خودش ضرب میکنیم؟ 7/3. چند بار؟ 3 بار. پس میشه 7/3 ضرب در 7/3 ضرب در 7/3. این هست. حالا حاصل اینا مهم نیست، فقط میخوام بازشون بکنیم. نکته بعدی میگه هر عددی که توان نداشت توانش 1. دقیقاً هر عددی که توان نداشته باشه توانش 1. بچه‌ها الان مثال‌هایی که اینجا زده رو نگاه کن. 7 به توان 1 یعنی 7. منهای 12، اینو من اشتباه نوشتم که نوشتم منهای 15. این عزیزان لطفاً اصلاح بکنن دوستای گل من. منهای 12 به توان 1 جوابش میشه همون منهای 12. یعنی فقط اینو میخواد به تو بگی که عزیز من هر عددی که توان نداشت توانش 1. درسته؟ هر عددی که توان نداشت توانش 1 و جوابش میشه خود اون عدده. بچه ها الان اینجا منهای 12 به توان 1 جواب اینی که الان دورش کات کشیدم چند میشه؟ دارم بگو ببینم. آفرین به تو، میشه منفی 12. حتی اگر کسری بود چی؟ آقا تو سوالات کسری هم همین اتفاق برقراره. 7/10 به توان 1 میشه همون 7/10. حالا شما عزیزان میتونید 7/10تون رو چه به صورت کسری و چه به صورت حتی اعشاری بنویسید، هیچ تفاوتی نداره. خب بریم سراغ مثال نکته بعدی. خب نکته بعدی میگه عدد 1 به هر توانی برسه حاصلش میشه. بچه پای تابلو رو نگاه کنید. آها، 1 به توان 3 یعنی چی؟ یعنی 1 و 3 با تو خودش ضرب. جوابش هم میشه، بازم جوابش میشه 1. 1 به توان 10 چی میشه؟ یعنی 1 رو باید 10 بار تو خودش ضرب کنی. بازم جوابش میشه 1. پس بچه ها نتیجه میگیریم که آقا اصلا 1 به توان هر عددی مثل آ برسه بازم جوابش میشه 1. هر تعداد بار تو خودش ضرب کنه جوابش میشه 1. نکته بعدی رو یه کوچولو از آن دقت بکنیم. نکته بعدی رو دقت، همه به حواس بیاد به من. نکته بعدی میگه که هر عددی دیدیم که توانش، بچه گلم، توانش 0 بود، هر عددی دیدیم که توانش 0 بود حاصل این عدد میشه 1. هر عددی که توانش 0 بود حاصلش میشه 1.
بچه چرا این اتفاق میفته؟ مربوط میشه به قوانین تقسیم طبقات که کلاس هشتم میخونیم. ولی فعلا اینو در حال این نکته یاد بگیریم که هر عددی دیدیم میشه. هر عددی دیدیم که توانش صفر بود جوابش بلا استثنا برابر میشه با یک. البته اون عدد حتما باید مخالف صفر باشه. بچه نگاه کنید. میگیم مثلا 7 به توان 0 9 به توان 0 1567 به توان 0 اصلا آن توان 0 هر عددی که توانش 0 باشه جوابش میشه 1 جوابش برابر میشه با 1. اینم از این موضوع. پس هر موقع شما دیدید توانتون، بچه توانتون دیدید صفره، جوابش میشه صفر. زهر مخالف صفر باشه یعنی مثلا همچین چیزی نداشته باشی، صفر توان صفر نباشه. عددی که داریم راجعش با هم صحبت میکنی مخالف صفر باشه. نه، توان صفر جوابش میشه 1. خب بریم سراغ صفحه بعدی. خب پس بچه ما با مفهوم توان آشنا شدیم، الان میخوایم بریم یه سری محاسبات مربوط به اعداد تواندار رو با هم دیگه راجبشون صحبت بکنیم. خب ببین حالا همه جزوه داری؟ خیلی خوب، پس توش بنویسید سریع. بچه موضوع بعدی که میخواییم راجعش با هم صحبت بکنیم نقش عمل در واقع نماد پرانتزه. خوب گوش کن، نقش نماد پرانتز رو میخوام بهتون بگم. پرانتز توی محاسبات مربوط به اعداد تواندار خیلی مهمه. وقتی که شما یک عددی رو داخل پرانتز میذارید یعنی تمام علامتهای اون عدد هم داره به توان میرسه و تکرار میشه. بچه گلم اینجا نگاه کن، من اینجا میرسم که اینو بعد شد اذیت نشید. دوستان گلم اینجا حواسه به من. آقا وقتی که مینویسم منهای 5 به توان 2 و وقتی که می‌نویسم منهای 5 به توان 2 تفاوتشون از نظر نوشتاری توی یه دونه پرانتزه. وقتی که پرانتز می‌ذارم من به بچه‌هام اینطوری میگم، میگم یعنی در واقع داریم یه بسته درست می‌کنیم که تمامی عوامل داخل پرانتز داره به توان می‌رسه. الان داخل بسته ما کیان؟ یه منها داره و یه 5 داره، درسته؟ پس بچه هم منها هم 5 باید دو بار تو خودشون ضرب بشن، یعنی جوابش میشه منهای 5 ضرب به منهای 5 که حاصلش میشه منفی در منفی مثبت 5 5 تا هم 25. ولی وقتی که ما اینجا پرانتز نمیذاریم یعنی منهای دوبار تو خودش ضرب نمیشه، یعنی من منها رو دارم و عدد 5 فقط دوبار تو خودش ضرب میشه. منها رو دوباره دارم، 5 5 میشه 25 تا. پس الان در واقع به نقش علامت پرانتز دارید توی این نکته اشاره میکنید. حتی این اتفاق بچه برای کسرها هم برقراره. عزیزان وقتی که میگیم 3 چهارم به توان 3 و عبارت داخل پرانتز میاد قرار میگیره، یعنی هم دقت هم صورتت هم مخرجت به توان 3 باید برسه. یعنی در واقع بچه گلم این کسر عبارتش اینطور میشه، خط کسری صورت به توان برسه این میشه، مخرجه هم به توان برسه این میشه. ولی اگر همین مثال رو، اگر همین عبارت رو براش پرانتز نذاریم، تفاوتش رو میخوام نشون بدم.
اگر پرانتز براش وجود نداشته باشه و فقط باشه 3 به توان 3 به روی 4. خب ببین چه اتفاقی میفته. بچه ها الان توان فقط برای چیه؟ فقط برای اون که زیرشه، فقط برای 3 محسوب میشه و دیگه مخرج ما به توان نمیرسه، میشه 3 ضرب در 3 ضرب در 3 به روی 4. این هم از این. یا مثلا نه نتتون قطع بشه تکرار نمی کنم بچه گلم، تعدادتون زیاده، اینا رو بعدا تو فیلم خودتون مشکلاتش رو برطرف کنید، پس این از آن نخواهید لطفا. مثال بعدی بچه، آبی تو پرانتز به توان 4 برسه. توان چون تو پرانتزه، چون توان تو پرانتزه، باید در واقع چی بشه؟ به تک تک این عوامل اثر بکنه. پس این آه به توان 4 میرسه که میشه آ و همینطور بی هم به توان 4 میرسه. اگر این اتفاق بیفته میشه بی. پس میبینید که نقش علامت پرانتز خیلی مهمه. یا مثلا همین عبارت باشه اگر پرانتز نداشته باشه، باشه آ بی به توان 4. فقط و فقط معنی این عبارت اینه که آقا این توان برای بی محسوب میشه و فقط روی بی تأثیر گذاره. یعنی عملا عبارت ما یه دونه آ داره و 4 تا بی. فرقش رو بالا میخواد توی این تابلو همه عزیزان متوجه بشن. خب حالا از این نکته و از این خاصیت دقیقاً یه دونه آدهی برای 4 تا بی، از این خاصیت و از این ویژگی میخوایم استفاده بکنیم بریم سراغ محاسبات اعداد تواندار. پس ما الان در واقع به نقش پرانتز پی بردیم. عزیزان تو مثال بعدی داریم کسری ها رو ببینیم. دوست گلم 1/2 به توان 2 در علاوه 3/8. بچه ها ما از کلاس 6 و 5 من نمیدونم تو تصویر که شما تصویر رو واضح ببینید، اگر نمیدونم تو تصویر ببخشید. آره رضوان جان جوابش رو بگو عزیزم. 1/2 به توان 2 یعنی این که این 1/2 هم صورت 1ش هم مخرج 2ش داره دو بار تو خودش ضرب میشه. درود بر شما. میشه چی؟ بچه یعنی در واقع صورت ما اینه، 1 ضرب در 1 که میشه 1، مخرج اونم اینه 2 به توان 2 یعنی 2 ضرب در 2 که جوابش میشه 4 و علاوه 3/8. خب دوستای گل من، ما از کلاس 6 بلدیم که وقتی که دوتا کسر رو بخوایم با هم جمع کنیم باید چی بگیریم بینشون؟ مخرج مشترک بگیریم. پس اینو باید ضرب در 2 و اینم همینطور باید ضرب در 2 بکنیم که جوابش برابر میشه با 2 به علاوه 3 حاصلش میشه 5/8. پس دیدید که نقش پرانتز تو محاسبات هم آفرین پرستش، باید مخرج مشترک بگیریم. بله مثال بعدی رو هم ببینیم دوستان، مثال بعدی هم ببینیم که ایراداتون بهتر برطرفش انشالله. بچه عزیز من داریم 3/4 به توان 2 به علاوه 8/16. خب دوستان گل من باز دوباره اینجا 3/4 بگو رزمان، 3/4 به توان 2 برسه یعنی 3 6 تا 9 تا، یعنی 3 رو باید دو بار تو خودش ضرب کنیم که میشه 9. 4 به توان 2 برسه، 4 به توان 2 برسه میشه 4 4 تا 16 تا به علاوه 8/16. خب عزیزان دقت بفرمایید بچه ها، الان مخرج های ما مشترک هستن. میبینید 16 و 16، پس 9 و 8 رو با هم جمع میکنم میشه 17 به روی 16. اینم هست.
یه مثال دیگه ببینیم یه ذره حالا محاسباتش بیشتر بشه بچه ها. جواب میشه 17/16. بله فاطمه زهرا، مرسی رضوانه، کاملا درست گفتی. خب دوستان مثال آخر رو با هم ببینیم. میگه که 3/5 توان 2. بچه 3/5 توان 2 رو بگید ببینم چی میشه. بچه های هفتم، عزیزان من، 3/5 توان 2 رو لطفا بهم بگین. جواب نهاییش رو هم بگین. 3/2 رو دقت بکنین. آفرین زهرا. آها مرسوم جواب آخرش رو گفتی. آفرین رضوانه. بله دیدم عزیزان. آیلا دقت کن عزیزان، 3/2 خوب دقت بکنید بچه ها، یعنی 3 رو دو بار تو خودش ضرب کنید. اگر غزل درسته، اگر 3 رو دو بار تو خودش ضرب کنید میشه 3 3 تا 9 تا. بچه ها 3 2 تا 6 تا نگینا، خیلی هاتون گفته بودید 6. 5/2 چند میشه؟ 5/2 رو هم بفرست. آفرین مبین هاشمی، آفرین. بله آها اکثر همه دارید درست شده، با کلا شما زهرا بختی دقت کن، رضوان درست عزیزم، میشه 9. بچه 5/2 یعنی 5 5 تا که میشه 25 تا. درود بر شما. به علاوه 7/10. حالا مخرج مشترک باید بگید. عزیزان هفتم، مرسی بهار درسته. عزیزان هفتم بگید ببینم بین 25 و 10 مخرج مشترکمون چند باید بشه. هفتمی ها بهم بگین. باریکلا مهدیس، آفرین. مخرج مشترک و مرسا باید 50 باشه، یه صفر کم گذاشتیم. درود بر شما، کاملا درسته. بچه ها ضرب در 2 میکنم اینو تا بشه 50. 10 هم باید ضرب در 5 بکنمش. خب حالا مهلا کاملا درسته. خب حالا بیاید اینجا بچه ها، 2 9 تا میشه 18/50. به علاوه 7 5 تا میشه 35/50. درست شد؟ 35 رو باید به علاوه 18 بکن. جوابش میشه چقدر؟ بگید ببینم. پرستش، مبینا، معصومه. بله آفرین. جوابش میشه باری کلابش میشه 53/50. اینم از این. بریم صفحه بعدی. بله مها جان درسته، بهار درسته، کاملا درسته، مرسی عزیزان من. خب میرسیم سراغ، چرا این صفحه نمیخوره؟ جزوه گیر کرده بچه، یه لحظه من اینو ببندم. ساده کردنش، نوشتنش به صورت عدد مخلوط، اینا اصلا مهم نیست دوستان، اینا اصلا ایرادی گسترده رو الان توضیح میدم عزیزم. همین الان همه شو به توضیح میدم. این ورق بخوره نمیخوره. دوستان من یه لحظه از کلاس باید خارج بشم چون جزوه‌مون ورق نمیخوره. یه لحظه عذرخواهی میکنم عزیزانم. خب بریم سراغ بحث گسترده نویسی اعداد. ببینیم که آقا اصلا تو بحث گسترده نویسی که کلاس پنجم ششم داشتیم، الان تو بحث تواندار چه تفاوتی میکنه؟ گسترده نویسی که قبلا خوندیم چی بوده، این که الان میخواییم بخونیم چیه؟ بچه گلم دوباره حواسا کامل لطفا بیاد به من. خب عزیزان تصویرم اومد، عزیزان زهرا تصویرم هستش. بچه گلم خوب نگاه کنید به من. ما قبلا تو کلاس پنجم ششم یاد گرفته بودیم که تو جدول ارزش مکانی
بیایم در واقع یکان دهکان صدکان عددمون رو جدا بکنیم و به شکل گسترده بنویسیم. الان همین اتفاق میخواد بیفته برامون. ببینید بچه ها، 1368 اگر بخوام گسترده بنویسم میتونم بنویسم هزار، یعنی یه دونه دسته هزار تایی، درسته؟ به علاوه 300، به علاوه 60، به علاوه 8، درسته؟ خب بچه گلم، هزار یعنی یه دونه دسته هزار تایی، یه دونه هزار تایی. 300 یعنی سه تا دسته صد تایی، اینا رو کلاس پنجم ششم داشتیم. به علاوه 60 یعنی 6 تا دسته 10 تایی، به علاوه 8 یعنی 8 تا یه دونه ای، درسته؟ خب بچه‌ها الان میخوام گسترده نویسی رو با توجه به توان یادتون بدم، خوب دقت بکنید. 1 ضرب در بچه به جای 1000 چی میتونم بنویسم؟ میتونم بنویسم 10 به توان 3. یادتون باشه 10، 100، 1000، 10000، 1,000,000، 1,000,000,000، 100,000,000، 100,000,000,000. به تعداد صفرهاشون، دوستان عزیز من، به تعداد صفرهاشون برای 10 باید توان در نظر بگیریم. الان تو خونه به من جواب بده ببینم 1000 چند تا صفر داره؟ 3 تا صفر داره. آفرین، پس میشه 10 به توان 3. پرانتز بعدی 3 ضرب داره. خب بگید ببینم بچه 100 چند تا صفر داره؟ 2 تا، پس میشه 10 به توان 2. به علاوه 6 ضرب داره. دوستان 10 چند تا صفر داره؟ یه دونه، پس میشه 10 به توان 1. به علاوه 8 ضرب داره. خوب دقت کن آقا، الان این 1 چند تا صفر داره؟ میگه آقای حنیفه این اصلا صفر نداره. میگم آفرین به تو، پس میشه 10 به توان 0. درست شد؟ پس من با این حرکت اومدم هزارگان، صدگان، دهگان و یکانم رو بر حسب عبارت تواندار نوشتم. چون اینجا جلوی 1 هیچی صفر وجود نداشت، منم نوشتم 10 به توان 0. خب یه مثال دیگه از این قسمت با هم ببینیم بچه ها، یه مثال دیگه با هم ببینیم. 1404 هزارو، بله پرستش، همه رو باید بر اساس 10 توی آیدا، همه رو باید بر اساس 10 توی گسترده نویسی بیارید. خب دقت، جواب آیدا و پرستش رو با هم بدم بچه. 1404 با هم دیگه بازش بکنیم میشه یه دونه دسته 1000 تایی، 400ش میشه 4 تا دسته دیگه، میدونی 400 دیگه یهو می نویسم دیگه، 4 تا دسته 100 تایی. دهگان نداره، خب هیچی دهگان نداریم، ولش کن. به علاوه یکانمون هم 4ه، میشه 4 تا هم 1. خب الان اگر اینو بخوام به شکل تواندار بنویسم عزیزان، 1000 میشه یه دونه دسته 1000 تایی. بچه به جای 1000 چون 3 تا صفر داره باید چی بذارم؟ باید بذارم آفرین پرستش 10 به توان 3. بیایید پرانتز بعدی 4 به جای 100 جواب بیاد. آفرین آیدا 10 به توان 2. به علاوه بچه 4 رو چی بنویسید؟ 4 جلوی 4 بچه چند تا صفر میبینید؟ هیچی صفر نمیبینید. پرنیا درست میگه، پرستش درست میگه، میشه 4 ضرب داره 10 به توان 0. پس اینم شد. آفرین پارمیدا و فاطمه عزیز و شقایق و بقیه دوستان، هزار ماشاءالله اسمتون زیاده. بریم مثال بعدی. خب
1373 رو میخوام با هم دیگه گسترده بکنیم عزیزان. 1373 بچه ها، 1000 یعنی یه دونه دسته 1000 تایی، 300 یعنی 3 تا دسته 100 تایی، 70 یعنی تو خونه با من تکرار میکنی ها، 7 تا دسته 10 تایی و 3 یعنی 3 تا تکی، 3 تا یکی. خب بریم، 1000 ما میشه 10 به توان 3 تا 0. بیا بهم بگو ببینم 3 ضرب داره 100 چی میگیم؟ خدا آیدا بگو عزیزم. آفرین، میگیم 10 به توان، آفرین آیدا طاهری، 10 به توان 2 رزان، آفرین به توان 3 گفتی. خب بعدی میشه 7 ضرب در 10 به توان 10 به توان 1 باریکلا. آخری هم بگین 3 ضرب در 10. آها رزان 1 نگو، 10 بگو. 10 به توان 0. بچه‌ها یاد گرفتین عزیزان من؟ 10 به توان هیچی دیگه، فاطمه میزنید 10 به توان 0. آفرین شما، باریکلا، بسیار عالی. خب بچه‌ها حالا برعکسه، ببین چقدر فصل قشنگیه. حالا برعکسه، یه عددی رو میاد به شکل گسترده برای ما نمایش میده، به ما میگه آقای حنیفه زحمت بکش این عددی که ما برات به صورت گسترده نوشتیم رو شما برای ما جمعش کن به صورت عدد اصلی بنویس. یعنی بچه گلم کاملا برعکس این کاری که الان با هم انجام دادیم رو میخواییم عمل بکنیم، درست شد؟ میخواییم عدد کلی رو با هم ببینیم و بنویسیم. ببینیم اینجا چه اتفاقی قراره بیفته. دوره همون داستان 10 به توان 3 یعنی 1000، 10 به توان 2 یعنی 100، اینا همش تکرار میشه بچه گلم. آماده؟ توی مثال شماره 4 ببین، به من مثال شماره 4 رو اینطوری داده، من بنویسم بعد شما عزیزانم جواب بدیم باشه؟ میخوان اول شما یه ذره فکر کنید بچه ها، من یه زمان بدم شما روش فکر کنید. خب من بنویسم 2 ضرب در 10 به توان 3 به علاوه 4 ضرب در 10 به توان 2. آه گفتین؟ خب خیلی خوب، 4 ضرب در 10 به توان 2، 7 ضرب در 10 به توان 1 به علاوه 2 ضرب در 10 به توان 3. بچه چند تا دسته داریم؟ 2 تا دسته. جلوی این دو تا دسته چند تا صفر باید بذاریم؟ 3 تا صفر. اصلا زودتر از من جواب داریم، باری کلا به شما، انقدر کامل و سریع جواب میدین که اصلا نیازی به توضیح نیست، ولی من بر حسب وظیفه‌ام دوباره اینا رو تکرار میکنم عزیزانم. من واقعا از تلاشتون خیلی هم خوشحالم هم خیلی ممنون، دمتون گرم، واقعا عالی. خب بچه جلوی دو باید 3 تا صفر بذاریم که بشه 2000، به علاوه جلوی 4 باید 2 تا صفر بذاریم که بشه 400، جلوی 7 باید یه دونه صفر بذاریم که بشه 70، و جلوی عدد آخرمون هم هیچی صفر نمیذاریم، آفرین شما میشه 2. خب آقا 2000 به علاوه 400 به علاوه 70 به علاوه 2، خب اینا رو ببندیمش طبق فرمایش عزیزانم جوابش میشه 2472. آیدا جان خیلی دوست دارم شماها توضیح بدین و میدونم که چقدر قشنگ اینا رو بلدین و خوب به یاد میگیرید، ولی چون وقتمون یه کوچولو کمه میترسم فرصت نشه به بقیه سوالا برسیم و خدای نکرده عزیزی ایرادش بمونه، سر همین من از تک تکتون پوزش میخوام که انشالله از خدا میخوام که سال بعد تو کلاس 8 من شما رو سر کلاسم بتونم ببینم، یه کرونایی وجود نداشته باشه و خیلی راحت بتونیم همه این سوالا رو به کمک شما عزیزان حل کنیم. واقعا این بزرگترین آرزوی منه، به خدا دارم میگم تو هر کلاسی، یعنی این آرزو رو میکنم، همیشه اینو میخوام که آقا انشالله خدا کمک بکنه این موزل و این مشکل از سرمون برداشته بشه، بتونیم همچین عزیزانی مثل شما رو سر کلاس ببینیم. پس منو ببخشید چون فرصتمون کمه، خودم میگم
خب بچه گلم، سوال پنج رو شما جوابشو به دست بیاری تا من صورتشو می نویسم. بود آفرین به تو، حواست به این صفره هم باشه ها، یعنی صدران نداره. جواب بفرست بیاد ببینم. بودو هانیه آفرین، فاطمه زهری کوچولو دقت کن، رضوان مرسی، غزل آفرین، معصومه بله. خب بچه ها 5 ضرب در 10 به توان 3، 5 تا دسته داریم جلوش، 3 تا 0 میاد. دوستان گل من اینجا هیچی دسته نداریم، پس صد نوم با اجازتون 0 نداریم. فاطمه بله کاملا 5000 درست عزیز من بله. و یه دونه 10 به توان 1، یعنی یه دونه 0 بیاد و 9 جلوش هیچی 0 نیاد، درست شد؟ پس بچه ها این عدد الان اینطوری میشه، میشه 5019. درود بر شما، بسیار عالی. پر سرعت و پر قدرت بریم سراغ مبحث بعدی، خیلی عالی مرسی. عزیزان ما الان میخوایم بحث اولویت ها رو با هم دیگه مطرح بکنیم. بچه گلم مرسی از همکاری و تلاشت، جواباتون خیلی عالی. بچه یادتونه تابستون یه سری سوال های طولانی میدادم توش ضرب و تفریق و پرانتز و جمع و تفریق و اینا داشت، میگفتیم اولویت ها رو با رعایت کنیم، بعد با هم دیگه جوابا رو بررسی میکنیم. تابستون این کارو میکردیم دیگه. الان میخوام توی این قسمت از درسمون بیام راجع به اولویت های ریاضی با هم صحبت بکنیم. ببینیم آقا تو ریاضی اولویت با کدوم قسمته. خب عزیزان یه بحثی داریم ما تحت عنوان اولویت در محاسبات ریاضی. بچه طبق چیزی که ما تو فصل دوممون یاد گرفتیم، اولویت در ابتدا در مرحله اول با پرانتز، قبلا میگفتیم با ضرب و تقسیم به خاطر اینکه ما توان بلد نبودیم، الان میگیم در مرحله دوم با توانه، بعد از توان دیگه اولویت ها تکراریه، باز ضرب و تقسیمه، تازه اونی هم از سمت چپ زودتر بیاد و ما زودتر حسابش میکنیم، و در آخر میگیم اولویت میشه با جمع و تفریق. خب اینم از بریم با توجه به نکاتی خدمت عزیزان دلم گفتم سوالات شماره 6 و شماره 7 رو با هم بررسی بکنیم. بچه آماده این؟ بریم. خب عزیزان من این تخته رو با اجازتون پاک کنم. رضوان شما سوال رو بنویسم، بذار چطور خصوصی بکنم که فقط آره خصوصیه. رضوان بگو جواب رو هم بگید اگر کسی نوشته. تا پایان صورت سوال رضوانه میگه خب. مبینا بگو تو هم عزیزم جواب تو. سوال شماره 6. خب بچه هایی که حساب نکردن الان با هم حساب میکنم، اصلا نگران نباشید. 6 رو داریم، 2 ضرب در 3 به توان 2 رضوانه. آه ببخشید من سر، نه 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 سر تکون ندادم، نه عزیزم بچه سر تکون بدم. الان حساب میکنیم ببینیم جواب شما درسته یا نه. من سر تکون ندادم قربونت برم، چه حرفی. خب بریم بچه ها آماده. دوستان ما گفتیم هر عدد به توان 0 جوابشو شما به من بگین چند میشه. هفتم یا بفرستید بیاد. آفرین چه حالی میده جوابی درست میاد. آفرین آفرین سوگن جان دقت کن عزیزم، باریکلا پرنیان. هانی من اسماتون همه رو نمیخونم ناراحت نشین از اما چون تعدادتون زیاده. مبینا درسته، آفرین به شما. بله همه درست گفتید عزیزان من. 27 به توان 0 جوابش میشه 1. بچه ها ما تو ریاضی ملیکاجی 1، ما تو ریاضی میگیم اولویت اول با کجاست؟ با پرانتز، درسته؟ خب بچه ها خوب دقت بکنید، من ببندم کامنت ها رو، حواستون بیاد به من. تو پرانتز یه 4 به توان 3 داریم، یه منها داریم. بهتر بگم
یه توان داریم یه منها داریم، اولویت با توانه. بچه گل من چهار به توان سر اینجا هم براتون باز کنم. ملیکا درست کرد، مرسی. چهار به توان سر رو من اینجا براتون بازش بکنم، یعنی کیو؟ یعنی چهار رو چند بار؟ سه بار تو خودش ضرب کن. چهار چهار تا میشه 16، 16 ضرب در چهار میشه 64. پس بچه گلم با اجازتون به جای چهار به توان سه میخوام بنویسم 64. خب بچه ها 64 منهای 63 جوابش میشه چقدر؟ جوابش میشه 1. 1 هم که به توان 10 برسه میشه چی؟ گفتیم دیگه 1 به توان هر عددی برسه حاصلش میشه 1. یعنی در واقع چیکار داریم میکنیم؟ آقا ما داریم 1 رو 10 بار داخل خودش ضرب میکنیم. 10 بار چیه؟ تو اصلا بگو 1000 بار. تو هر چقدر 10 رو 1 رو تو خودش ضرب بکنی بازم میشه 1. پس این کلا میشه 1. بریم از ابتدا سوال رو من بنویسم برای عزیزانم. 2 ضرب داره. بچه ها جواب بدین تو خونه ببینم. 3 به توان 2 یعنی چند؟ آقای عنیفه ما بلدیم 3 به توان 2 اولا 6 نمیشه، یعنی 3 رو 2 بار تو خودش ضرب کنی که جوابش میشه 9. پس تا اینجا شد 2 ضرب در 9، منهای پرانتزمون شده 1، منهای 27 به توان 0 هم میشه 1. خب آقا ضرب یا منها؟ آفرین به شما بچه توی خونه، باید اول با هم ضرب بشن اینا. میشه 2 9 تا 18 منهای 1 منهای 1. و درود بر بچه های عزیز و رضوانه ای که جواب 16 رو خیلی سریع گفت، بسیار عالی. اینم از این. یه مثال دیگه با هم ببینیم از بحث محاسبات اعداد تواندار. مبینا جان آفرین، مهسا باری کله که درست گفتی. چرا منهای 1؟ به خاطر اینکه یه منها داره و یک هم به توان 10 میشه 1. نه قرینه نمیشد. وقتی که ما حاصلش رو میتونیم در بیاریم دیگه قرینه نمیکنیم تک تک. یهو جواب کلیش رو پار نیست. یهو جواب کلیش رو در واقع قرینه کردم. اینجا نوشتم 1 ولی اینجا اونم نوشتم منفی 1، پار نیست. غزل یه مثال دیگه. خوبه؟ غزل خانم دولت آبادی یه مثال دیگه حل کنم؟ بهتر متوجه شی عزیزم. بچه یه مثال دیگه بریم. استاد اون منفی نیست. چرا منفی دیگه؟ باشه غزل پار میدم منفی. بهار بریم با هم، بهار بریم. یه اسکرین شات بچه من کنار وایستم بگیرید از این سوال و جوابش رو داشته باشید. بعد بریم سراغ مثال شماره 7. اونم دوره همینجوری پرانتز منانتزی تو هم تو همه. خیلی خوبه دیگه، اینا رو کاملا بتونید اولویتاش رو تشخیص بدید، عالیه. هفتمی های عزیزم بگو. جواب رو فقط من میبینم رضوان، کسی نمیتونه چطا رو ببینه، فقط من میبینم. بفرست ببینم چند. خب رضوان جوابتو گرفتم، بریم ببینیم. فکر میکنم آره درست میگی. آفرین تو، چقدر خوب جواب میدی. آره تارا هفتی. 2 منهای 3 ضرب در 18 تقسیم بر 3 ضرب در 1 به توان 10 پرانتز بسته تقسیم بر 9. خب بچه های گلم حواسه به من ملینو جان نگاه کن منو. اولویت میدونیم با اولش با کجاست؟ با پرانتز. بچه ها پامونو بذاریم تو پرانتز، بیایم این تو. اینجا چی داریم؟ آقای عنیفه ما یه دونه توان داریم، یه دونه ضرب داریم و یه دونه هم تقسیم داریم. خب اولین اولویت بین تقسیم و ضرب با کیه؟ با توانه. بچه تو سوال قبلی هم گفتید دیگه 1 به توان 10 برسه جوابش میشه 1. پس با اجازت این کلن حاصلش میشه چقدر؟ من فارسی می نویسم که گم نشه. بچه گلم تو پرانتزتون رو ببینید لطفا. 18 تقسیم بر 3 ضرب در 1. آقا ضرب یا تقسیم میگیم اونی که زودتر اومده. کی زودتر اومده؟ تقسیم زودتر اومده. 18 تقسیم بر 3 میشه 6. حالا 6 ضرب در 1 که میشه 6.
یه بار دیگه من برای اینکه بهتر متوجه بشید سوال از اول می‌نویسم. از اول با هم کار می‌کنیم. آفرین آیدا جواب درست داده. فاطمه تو هم درست میگی. آفرین فاطمه زهرا پرویزاد. خب بریم دوستان، من کنار برم. دو منهای سه ضرب در آقا کل پرانتز تقسیم بر 9. خب دوستان ما تو قسمت قبلی کل پرانتز رو در آوردیم، چقدر در آوردیمش؟ 6. پس با اجزاد اینجا می نویسم 6. آقای حنیفه منها دارم، ضرب دارم، تقسیم دارم، کدوم اول انجام بدم؟ میگم بین منها باید ضرب رو انجام بدی، بین ضرب و تقسیم هم باز دوباره ضرب چون زودتر اومده. 3 6 تا میشه 18 تا. آقا منها یا تقسیم؟ میگم این دفعه دیگه تقسیم. پس میشه 2 منهای 18 تقسیم بر 9. خب عزیزان من 18 تقسیم بر 9 جوابش میشه 2. جواب نهایی ما بچه ها میشه 2 منهای 2، که آفرین به فاطمه، آفرین به رضوانه و بقیه عزیزانم. هانیه جان آفرین عزیزم، جوابمون شد 0. من کنار وایستم. عزیزان تو این سوال غزل ایرادت برطرف شد شما. سوگن مرسی. مبین آباد درود بر تو. غزل خانم داخل پرانتز کی پشت؟ اسرا. 18 تقسیم بر 3 میشه چقدر اسرا؟ میشه 6. 6 هم ضرب در 1 بشه میشه 6. اسرا جان آفرین. آیدا پارمیده داخل پرانتز همین الان توضیح دادم دیگه. اوکی بچه سوالی نیست؟ مرسی اسما جان، مرسی عزیزم. سوال ندارین عزیزان من؟ رضوان مرسی عالی. خب بچه های گلم زحمت میکشین یه سری سفر رو به عنوان تکلیف براتون مشخص میکنم. خب تکلیفاتون میشه صفحه فعلا علل حساب 3. بریم صفحه بعدی، یعنی شماره 1 و 2 اینجاست، بعد صفحه بعدی. مرسی اسما جان عزیزم. بریم صفحه بعدی، صفحه 4 تا شماره 8ش رو میبینید بچه ها. فقط ازتون میخوام که دوستان اینا رو برام باز کنین. یعنی آ به توان 4 یعنی آ ضرب در آ ضرب در آ ضرب در آ. متوجه شدین بچه ها؟ توی این 8 تا سوال میخوام اونایی که باز شده رو به شکل تواندار بنویسین. اوکی؟ خب بچه ها دو تا جدول توی صفحه 4 جزوه‌تون میبینید دوستان. توجه و نگاه لطفا بیاد به من. بچه گلم یک کلمه تو این فصل داریم به نام مجذور، یه معنی دیگه هم میده بهش مربع هم میگن. مجذور یا مربع یعنی عبارتی رو وقتی که مجذورش از شما میخوان یعنی شما زحمت بکشید اون عبارت رو به توان 2 برسونید. بله رضوانه اسما چی نوشتی؟ عربی نوشتی اسما؟ نفتم دست تو کیبورد رفته درسته؟ رزون الان مکرمو میگم. آره الان مثال کلی با هم حل میکنیم. یه کلمه دیگه داریم ما به نام مکعب. مکعب یعنی عددمون رو به توان 3 برسونیم. بچه پس دو تا اصطلاح جدید با هم یاد میگیریم. الان کلی با هم مثال هم میکنیم. چشم. پس مکعب یعنی به توان 2، مربع یا مجذور یعنی به توان 3. بچه گلم بیاید توی جدول همه حواسا نگاه ها تو جدول باشه. من دوربینم یه دقیقه ببندم. ولی چت های شما رو دارم میبینم. جواباتون رو میخوام ببینم. پارمیز جان گفتی مثال بزنم. بچه جدول رو نگاه کنین لطفا. گفته عددمون اگر 3 باشه مجذورش چی میشه؟ پارمیز جواب بفرستین بیاد من بخونم جوابتون رو. آیدا پرنیا رزوانه مهدیس دوباره آیدا. آفرین پارمیز. حالا اینی که گفتی رو جوابشان به من بگو. تصویر خودم بستم پارمیدان.
معصوم همه رو گفتی یا آفرین آفرین باری کلا به شما. پس آقا اولیه بچه‌ای که جزو دارن بنویسن 9 4 به توان 2 پرنیا آفرین پرنیا هرید چی باری کلا آفرین 4 هم به توان 2 میشه 16 غزل مرسی بریم بعدی مهتیس باری کلا 5 بگو به من بهار جان 5 هم بگو غزل باری کلا درستا مرسی که اسمتو دیدم آفرین درود بر شما 25 بچه 6 بگی مرسی پرنیا 6 بهم بگید زهرا آفرین غزل معصوم مهسا بله اینقدر تون جواب میدین من اسماتون نمیتونم بخونم ملیکا مرسی 7 بهم بگین مجذور 7 رو بهم بگو پرنیا جان مجذور 7 رو بگو تارا جان بگو مجذور 7 رو بله درسته همشون درست بود با هم فرستادی بله بله آرنیکا باری کلا همه رو فرستادی بچه دقت بکنین اینو با دقت جوابم بدین تارا جان با دقت جواب بدین مرسی تارا اصل درسته مجذور منفی 3 یعنی منفیش هم داخل پرانتز میره رضوان جان رضوان منفی مهسا آقای منفی داخل پرانتز میره آها مهدیس باری کلا به تو آفرین آیدا دقت کن آیدا جان 6 نمیشه آها پار میدا این عدد اگر به توان 2 برسه میشه مثبت 9 بچه پای تابلو دوربین ببینین عزیزان منفی 3 وقتی که مجذورش رو میخوام حساب بکنیم به توان 2 میرسه وقتی که داخل پرانتز میذارم منظور من از این عبارت اینه دیگه که منفی در منفی میشه مثبت 9 منفی 2 رو مجذورش رو به من بگین عزیزانم بودو 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 5 دقیقه وقت داریم ها باریکلا فقط منفی ها رو اونه که منفی گفتم مثبت بگم آفرین به شما بچه ها منفی 2 ایتا کنم منفی 2 به توان 2 هم یعنی منهای 2 ضرب در منهای 2 که میشه چند درود بر شما آفرین مبار میداریم توری داخل پرانتز آقا کلمه بعدی مکعب بود مکعب یعنی به توان 3 برسه بود جدول حال کنم دوربین خاموش کردم ها اصول داشته اصول فرده سر بردیم دقت کن مهسا آقای جان دقت کن آقای دقت کنه باری کلا این جواب پرستش دقت پرستش دقت تارا مرسی باری کلا آفرین حال درست شد مرسی مرسی آقا دو به توان مکعب یعنی 8 ببخشید دو به توان 3 مکعب یعنی به توان 3 برسه دیگه فاطمه جان دقت کن یعنی دو ضرب در دو ضرب در دو که میشه 8 بعد دوباره میگم دو به توان 3 میشه دو ضرب در دو ضرب در دو که جوابش میشه 8 من چشم میکروفون تو میدم الان ببینم منفی 3 رو به من بگین بچه ها منفی 3 به توان 3 مکعب میخوام از اتا آفرین چقدر جواب درست فقط سوگم علامت روش دقت کن آها ببینید بچه گل من منفی 3 به توان 3 یعنی منهای 3 منهای 3 منهای 3 3 سه تا 9 تا 9 سه تا 27 تا منفی در منفی مثبت مثبت در منفی منفی این هم هست آفرین میشه مهسا آقای حالش شد این 12 اولی اشتباه بود بعدی 3 به توان 3 بگید مرسی سوگم باری کرده جوابا رو ببین با چه سوره اصل منفی نداره غزل 12 نه غزل درستش کن باری کرده باری کرده باری کرده آفرین بچه ها 3 به توان 3 همینجوری فقط منفی نداره میشه 27 4 به توان 3 یه دونه تمرین هر کردم 4 به توان 3 رو گفته بودم گفتی مرسی اصلا درستش کن مثلا آقای نه 48 نمیشه بقیه که چیزی نمیگم درست اما پرنیا دقت پرنیا ما دقت کن عزیزم
آره یه ذره زیاد گفتی. چهار به توان مکعب یعنی به توان سه، یعنی چهار ضرب در چهار ضرب در چهار، چهار چهار تا شونزده، شونزده چهار تا شصت و چهار. درود بر شما بچه. یک مکعبش چی میشه؟ سوال مرسی آفرین. یک مکعبش میشه یک. حالا دقت کنا، منفی یک مکعبش میشه منفی یک. رو همه بگین درود بر شما. نه 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 زهرا دقت کن، منفی سه نمیشه. آفرین تو، میشه منفی یک. خیلی عالی مرسی. منفی بریم صفحه بعدی. غزل مکعب یعنی به توان سه. میگم غزل منو ببین، میگم مکعب چهار یعنی چهار به توان سه برسون، میشه چهار ضرب در چهار ضرب در چهار، یعنی چهار و سه بود خودش ضرب کن. غزل مکعب منفی سه یعنی منفی سه رو به توان سه برسون، یعنی منفی سه رو سه بار خودش ضرب کن، میشه منفی سه منفی سه منفی سه. غزل خانم اوکیه؟ درود بر بچه ها. اینم از این. پس اگر سوال داره به من بگه. سوالی نیست؟ الان میگم. چشم چشم زهر الان میگم تا صفت رو چند بار حل کنیم. دارم نگاه میکنم فکرالیتتون رو براتون مشخص بکنم. خب این هم هست سوال برطرف شد؟ اوکی بودی؟ همه شما گرد، همه شما گرد. خیلی عالی خانم دادم نایمده، دقت یعنی خانم دادم نایمده؟ سرم شده بود، آقا این هم خودتون نمیده؟ نه، لینک ندادم. آپاراتشون نمیده؟ جداگونه میدم، چرا؟ یه فیلم های جداگونه بهتون میدم برای این جلسه. این جلسه از زحمت بشین، ولی من برای این جلسه یه لینک فشرده میدم برای بعد دوران عیدشون که بچه‌ها اگر اینا رو فراموش کردن مثلا در حد یه فیلم 10 دقیقه یه رو ببینن، کل جلساتی که تو فصل توان با هم گفتیم رو یادآوری بکنم. آره براتون لینک میفرستم، شما هم زحمت بشین براشون لینک بفرستید، چون بچه ما زیاد دوست داریم برای هر کلاس دو تا ویدیو بهشون میدیم. کلاسمون تمامه. خب خانم راد اومدن رفتن البته. خب بچه گلم مرسی مرسی مرسی، واقعا دمتون گرم، خیلی خوبید، خیلی لذت بخش بود کلاستون، واقعا انرژیات اصلا